به نام آگاهی من شیما هستم به کانال من خوش اومدین این ویدیو اولین ویدیو از سری ویدیوهای تلفظ های کلماتیه که حالا تو ایتالیا یا سخت هستن یا اکثرا خارجی ها و خصوصا ما ایرانی ها به دلیل متفاوت بودن تون زبانامون با همدیگه معمولا اشتباه تلفظ میکنیم به درخواست های زیاد خودتون تصمیم گرفتم این سری ویدیو رو درست بکنم که یه مقداری روی لحجه بیشتر کار بکنیم حالا جدای از پراوسکالت و لتور و این چیزایی که توی کانال هستش احساس کردم برای تلفظ صحیح و برای درست شدن این قضیه لحجه هم یه مقدار زمان بذارم براتون و یه سری ویدیو درست بکنم این ویدیو اولین ویدیو از اون سری هست. اگر دوست داشته باشین و حمایت بکنین چه توی کامنت ها چه حالا ویو چه با لایکاتون یه جوری به نشون بدین که ویدیو رو دوست داشتین حتما ادامه میدمش خب کلمه اول ابستانسا برای اینکه راحت تلفظش کنیم اول میایم سیلاب بندی می کنیم اول یادتون باشه ایتالیایی رو همون جوری که می نویسیم همون جوری هم می پس اگه تشدید داره اگه ا ا او ای او همه وکاله ها اینا همه باید کامل خونده بشن یه سری استثنا داریم که توی ویدیو الف با توضیح دادم کجاها چه صدای عوض میشه حالا توی کلمات هم دونه دونه توضیحشون میدیم ابستانسا اب عب بستانسا چهار تا سیلاب داره اب این دقیقا یواشش میشه اب نمیتونیم بگیم ابستانسا ابستانسا اینا همش غلطه ابستن اب بیشتر صدای س میده تا ز گفتیم حرف ز صدای زه رو فقط اس موقعی تولید میکنه که یا اول کلمه بیاد و بعدش یه حرف بی صدای دیگه باشه مثل زمریتو زگبلو یا بین دوتا حرف صدادار بین دوتا وکاله گیر بکنه مثل کازا. چپش هم راستش داره پس صدای ز میگیره به غیر از این دوتا حالت ما اصلا صدای ز توی ایتالیایی نداریم یه کلمه دیگه که در یه فعل هستش و همه اشتباه تلفظ میکنن حداقل همه شاگردای من اشتباه تلفظ میکنه اولاش ابیتاره هستش فعل ابیتاره صرفش در است که توی صرف فعل هم هست ابیتو نونه ابیتو همه میگن ابیتو این غلطه ابیتو این آه شاید میره بالا بعد میاد پایین ابی رو بی نمیره بالا روی ا میره بالا ابیتو ابیتی اینا همه همینطور ابیتانو این ا قشنگ باز و بزرگ میشه بعد یواش یواش کوچولو میشه ابیتو کلمه بعدی ایو ایو اولا از ا شروع کردم به خاطر اینکه مهمترین تفاوتی که توی فارسی و ایتالیایی شنیده میشه و حس میشه اشتباه تلفظ کردن همین حرف صدادار هستش ما توی ایتالیایی اصلا آ نداریم شی ما نداریم شی مای ما ا کامل باز میشه هرچی آ تا اینجا داشتیم تو ایتالیا که رسیدیم همه رو میذاریم تو فرودگاه میایم بیرون اصلا دیگه نداریمش پس ایو حالا این دوباره اینجا هم الیو یو میفته توی سیلاب دوم الیو این جیلی ای. مثل اینکه زبونت بگیره باید بشه یه این زبونه میگیره این میشه این حالت میشه الیو تقریبا ایو بذاره حالا تونترش میکنیم الیو همون يه. شده کلمه بعدی هم که باز همه مثل ابیتو که میگن ابیتو این هم اپنه همه میگن اپنه اپنه نداریم اپنه این میره بالا میاد پایین اولش صاف میاد اپنه میاد میره پایین کلمه بعدی اچیزو اچیزو روشن عب. عب. چه زویه یه ذره توش داره بعضی کلمات یه مکس ریزی توشون دارن فکر نکنید مثلا وای لوس میشه مسخره میشه خنده دار میشه مدلشه اچه یه زو اچه زو یه انگار یه مکس اعداری توش داشته باشه اینا رو دقت بکنید خیلی توی لحجتون تاثیر میذارن ایره او. aereo اینم باز هر دوش خونده میشه aereo دو تا سیلاب میشه aereo این مکس ها لازمه تو کلمه حالا به اندازه تون صحبت کردن تون, تون رو هم کم و زیاد میکنیم ولی حذف نمیکنیم مثلا دیگه زبان تو خوم شد نمیگین aereo میگیم همچنان میگیم aereo یه ذره حالا aereo aereo Tontar mishe, valimaxe lì, hasf nemische. Aiuto. Aiuto. In vol. E tu In proporzione, diglié. Aiuto. A-juto, Abile. Abile. Abile, mese abito, nadarin. عبیله باز این عه باز میشه یه مکسی توش داره عبیله التتانتو التتانتو چهار تا بخش شد یه تشدید هم توش داریم باید تشدید شنیده بشه التتانتو از تانتو شروع میکنه بره بالا التره صاف میاد altrettanto یه کلمه ای مثل این کلمه دو حالت داره دو تا تلفظ داره و هر جور تلفز بکنی یه معنی خودش رو میده یعنی اگه بگیم انکارا, انکارا این میشه هنوز انکارا روی کا میره بالا اگه بگیم انگارا یعنی تاکیدمون روی ا بیفته میشه لنگر کشتی پس ببینید یه تلفظ اشتباه چقدر میتونه معنی رو مفهوم و کلا تو جمله عوض کنه حالا اینکه یه کلمه خوب بود خیلی کلمات هستن که وقتی اشتباه تلفظ میشن اصلا کلا معنی داغون میشه یه چیز بدی از سوش در میاد میرسیم بهشون یکی از کلماتی که باز همه شاگردای من تقریبا اولاش و حتی تا آخراش اشتباه تلفظ میکنن کلمه بلیسیما هستش یا بلیس Mi gani, bellissimo mi bellissimo mi gen in de boham tashdide ba nemi nemiyat nemiyan bellissimo bellissimo natarsi si jay hawlesh konin bellissimo ro nakon bellissimo khalamay di bagaglio ba gal yo, ba -gal -yo. bagaglio bagaglio بگلییو نیستش ای نداره ساکن داره روش انگار مثل عربی که ساکن میذاره روی یه اینم دقیقا روش ساکن داره بگل یو یا. بگل یا. این چون حرف صدادار نداره ناخداگاه زبون میره یه ذره بالا انگار که زبون میگیره باز مثل لی که میشه لی اینم یو یه لی توش تهش داره بگل یو یا, بگل یا. خب اینم از ویدیوی امروز یه مقدار متفاوت بود با ویدیو قبلی گفتم هم یه ذره حالا و عوض شد چون مبحث مبحث خندداریه واقعا یعنی من خودم با شاگردام که مبحس مبحث تلفظا بحث میکنم کلی میخندیم ولی جدا اینکه من معامی که بچه چطور خود درست تلفظ کنید ولی واقعا خنده داره چون خیلی تفاوت داره با فارسی و حالا جدا از اینکه درس یاد میگیریم امیدوارم یه ذره بخندین چون خنده کلا برای هر درد بی درمانی دواس پس نظرتون راجع به اینی که آیا مفید هست برای اینکه یه ذره زبونتون بیشتر را بیفته تلفظ بهتر بشه این مدل ویدیوهای حالا کوچولو کوچولو یا اینی که نه مثل همیشه اگه ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و برای دوستات هم بفرز اگه هنوز کانال سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن و دکمه زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزن که به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین و امروز هم مثل همیشه یه قسمتی از وقت با با من گذروندین نام آگاهی و بارزوی پیروزی تا ویدیو بعدی اینا.